نشریه ملا نصرالدین یکی از مهمترین نشریات جهان اسلام در قرن بیستم بود و از مراکش تا هندوستان مخاطب داشت. انتشار ملا نصرالدین در تفلیس رخداد ادبی بزرگی بود. تیراژش با 1000 نسخه شروع شد و یکی دو ماه بعد به 25000 نسخه رسید. ویژگی نشریه مصور بودنش بود. به همین سبب با مخاطبین زیادی ارتباط برقرار می‌کرد. بیشتر کسانی که این نشریه رو به وجود آوردن مجبور بودن در محله‌های غیر مسلمان نشین زندگی کنند که مورد حمله و آزار قرار نگیرند. ای برادران مسلمان، هنگامی که سخن خنده‌داری از من شنیدید و دهان خود را به هوا باز کرده، چشم‌ها را بر هم نهاده، آنقدر قاه قاه خندیدید که از خنده روده بر شدید و به جای دستمال چشم‌ها را با دامن خود پاک کرده لعنت به شیطان گفتید، گمان نکنید که به ملا نصرالدین می‌خندید. ای برادران مسلمان، اگر می‌خواهید بدانید که به که می‌خندید، آینه را دستتان بگیرید و جمال مبارک خود را تماشا کنید. با این جملات است که جلیل محمد قلی‌زاده، مؤسس و سردبیر نشریه ملا نصرالدین، در همان نخستین شماره مورخ 17 فروردین 1285 شمسی برادران مسلمانش را خطاب قرار می‌دهد: من برای شما آمدم، من برای بیداری شما آمدم. بر جلد همان شماره نخست، ملا نصرالدین، دیوانه فرزانه، رند طناز که ماجراهایش شهرتی به وسعت از قونیه تا افغانستان، از هند تا عربستان دارد، در گوشه ای از تصویر ایستاده و اشارت به خورشیدی می کند که طلوعش از پنجره هویداست. به محض اینکه اسم ملا نصرالدین میاد، مخاطب شخصیتش رو تجسم میکنه. شخصیت ملا نصرالدین این اجازه رو داره که افراد بانفوذ یا روحانیت رو به سخره بگیره. اون میتونه در مورد مسائل جنسی شوخی کنه و مقید به اخلاق متعارف نباشه. به این شیوه نشریه این اجازه رو به خودش میداد که در مورد همه این چیزا صحبت کنه. مخاطبانش هم اینا رو مسئله و حکایت فرض میکردن و به کسی بر نمیخورد. لاقل نه اونقدر که اگه اینها به زبون طنز و با استناد به نام ملا نصرالدین بیان نشده بود. در 25 سال عمر پربار نشریه، شخصیت ملا نصرالدین گاه خندان و گاه حیران بر جلد آن ظاهر می شود و هر آنچه را که تا آن زمان مقدس، محترم و مصون از تعرض است به باد ریشخند و انتقاد می گیرد. از تعصب و خرافات تا ظلم به زنان، از استبداد سلطان عثمانی تا شاه ایران، از سیاست‌های استعماری روس و انگلستان تا جهل و بیسوادی مسلمانان، اینها بخشی از دغدغه‌های روشنفکران تجددخواهی است که در تحریریه نشریه در تفلیس، پایتخت فرهنگی قفقاز، گرد هم آمدند. میشه گفت اکثریت اونا از طبقه متوسط بودن. همچنین اغلبشون به اندازه کافی سفر کرده بودن. نسبت به سایر فرهنگا شناخت خوبی داشتن و به این معنا جهان وطن بودن. اونا نسبت به فقرا، چه شهری و چه روستایی، دلسوز بودن. و این در واقع همون موضوعیه که در موردش می نوشتن: فقر جامعه شهری و روستایی و به ویژه آموزش زنان. آغاز قرن بیستم، آبستن تحولات بنیادین در منطقه خاورمیانه و قفقاز جنوبی است. انقلاب 1905 روسیه، انقلاب مشروطه 1906 در ایران و انقلاب ترک‌های جوان در سال 1908. جنبش هایی که حکومت چند صد ساله تزارها، شاهان و سلاطین را متزلزل می کند. مسلمانان قفقاز به دلیل موقعیت جغرافیایی و پیوندهای زبانی و فرهنگی با هر سه کشور در معرض این تحولاتند.
بانیان ملا نصرالدین کسانی چون محمد قلی زاده و یا شاعر نام‌آور طنزپرداز علی اکبر صابر با سه فرهنگ ترک و فارس و روس آشنایی دارند و در تعامل مستمر با سایر روشنفکران و نویسندگان منطقه هستند. بسیاری از آنها از تبار مهاجرانی‌اند که با کشف میدان‌های نفتی باکو و رونق اقتصادی دو شهر مهم باکو و تفلیس به این منطقه آمده بودند. کشف نفت به معنای ایجاد شغل بود. ما در این دوره تعداد زیادی از دهقانا رو داشتیم که حالا کارگر شده بودند و برای کار به این منطقه می اومدن. عمده اونا ایرانی بودند. اونا به سختی امرار معاش می کردن. این کارگران فصلی به دلیل رفت و برگشت دائمیشون به مجراهایی برای انتقال افکار و ایده ها بدل شده بودند. اونا بخشی از سال رو در روسیه، قفقاز و میادین نفتی میگذروندن. بنابراین وقتی به عنوان مثال انقلاب 1905 روسیه رخ داد، اونا شاهدش بودن و بعدتر این موضوع تأثیر مهمی بر تاریخ ایران گذاشت. ثروت حاصل از نفت همچنین موجب شکوفایی آموزشی و فرهنگی شد و به تدریج شیوه های فکری جدید به وجود اومد. مهمترین اونها جدیدیسم بود که روش جدید یا جدیدگرایی هم ترجمه شده و در واقع اصلاح آموزش زبان از طریق آموزش آوایی اونه. اینجا خیلی جالبه. این اصول جدید است که به صورت راه آهن ترن میاد و اینا کهنه پرستانن، مقاومت میکنن، نمیخوام بذارم بیاد. اصول کهنه، علم کهنه و عادات کهنه. آموزش به شکل قدیمی و مکتبی بود. قبل از هر چیز الفبا آموزش داده میشد و بر تعلیمات دینی متمرکز بود. آموزش به شیوه مدرن و امروزی مورد تایید روحانیت اون زمان نبود. نکته جالب در مورد جنبش جدیدیسم اینه که خود این افراد، کسانی مثل محمد قلی‌زاده یا علی اکبر صابر، در سیستم سنتی تحصیل کرده بودند و در این حال به ابزارهای آموزشی غربی هم دسترسی داشتند. بنابراین تلاش میکردن جامعه خودشون رو از درون اصلاح کنند. اونا اصلا مخالف اسلام نبودند، بلکه در پی اصلاح اون بودند. استفاده نادرست از دین موضوع نقد اونا بود و کاریکاتورهای نشریه گویای این موضوعه. به عنوان مثال بیرون باکو روستایی به اسم مشکته وجود داره. مردم این روستا بسیار مذهبی هستند. در ایام عاشورا با قمه به سرشون میزدن تا نحوه کشته شدن امام حسین رو به مردم یادآوری کنن، که فکر بسیار احمقانه ایه. این کاریکاتور نشون میده که چطور مردم با نام دین همدیگر رو میکشن. یا در کاریکاتور دیگه ای میبینیم که مردی زن و بچه خودش رو بدون آذوقه رها میکنه و به حج میره و در توجیه کار خودش میگه من طاقت ندارم که همسایم رو حاجی صدا کنن و من حاجی نباشم. مثال های زیاد دیگه ای هست که نشون میده نویسندگان ملا نصرالدین به طرق مختلف از مذهب انتقاد میکردن. از مذهبی که به مردم کمک نمیکنه، بلکه اونا رو تو تاریکی نگه میداره و راه هر گونه رهایی رو بر اونها میبنده. همه جا دود است. در مجالس و منازل دود دخانیات و مشروبات، در کوچه ها دود حمام، در معنویات دود موهومات و خرافات، در روح و قلب دود کثافات. خلاصه ملت در میان دودها دارد خفه می شود. در حال خفگی منتظر نجات است. جا
جلیل محمد قلی‌زاده در جای دیگری می نویسد: استبداد همچون کوهی در برابر ما قد علم کرده بود. استبداد شاه و سلطان و ظلم و زور کسانی که شریعت را تحریف کرده بودند. نوک تیز پیکان انتقاد نویسندگان ملا نصرالدین نهاد روحانیت را هدف گرفته بود. روحانیتی که دست در دست استبداد به خرافات و تعصبات دامن می زد. از مذهب دکانی برای خود ساخته و راه بر اصلاح و آگاهی و هر اندیشه تازه بسته بود. برخورد روحانیت با ملا نصرالدین مخالفت و بدگویی بود. اوضاع اونقدر بد شد که اونو با شمشیر شمر قاتل امام حسین مقایسه کردن و آوردنش به ایران رو ممنوع کردن. در همون دوران فتواهایی هم بر ضد نشریه صادر شد که یادآور فتوای آیت الله خمینی در مورد سلمان رشدی در دهه 70 میلادیه. برای مثال وقتی اونا در تفلیس بودن مجبور بودن در محلهای غیر مسلمان نشین زندگی کنن که مورد حمله و آزار قرار نگیرن. تفلیس آغاز قرن بیستم را پاریس قفقاز می نامیدند. شهری پر جنب و جوش با سالن‌های اپرا و باله و تئاتر و ساکنانی از قومیت‌های گوناگون. حکومت تزاری شاعران و نویسندگان درد سرساز را از سن پترزبورگ و مسکو به تفلیس تبعید می کرد و حضور این جماعت و محافلشان شهر را به محملی برای اندیشه‌های پیشرو و انقلابی بدل کرده بود. پویای فرهنگی شهر تفلیس اونو به مکانی مهمان نواز برای هنرمندا بدل کرده بود. از جمعیت شهر در اون زمان حدود 10,000 نفر ایرانی تبار بودند و تعداد حتی بسیار کمتری هم مسلمانان قفقازی. به دلیل جمعیت مسلمان بسیار اندک و به دلیل اینکه شهر چنین مرکز هنری مهمی بود، انتشار ملا نصرالدین در اونجا آسون تر بود. فکر نمی کنم اونا میتونستن نشریه رو مثلا در باکو منتشر کنند. قطعا در باکو با مخالفت شدید روحانیت شیعه مواجه میشدند. دوره اول ملا نصرالدین از سال 1906 تا سال 1917 به زبان آذری و به صورت هفته‌نامه 8 تا 12 برگی در چاپخانه غیرت تفلیس به تب می رسید. بخش دشوار و زمانبر کار چاپ کارتون‌های نفیس آن به شیوه چاپ سنگی بود. مهمترین دستاورد ملا نصرالدین حمایت از زبان آذری به عنوان یک زبان ادبی بود، به عنوان زبانی شایسته چاپ شدن. بسیاری از کاریکاتورهای نشریه به طور خاص در مورد همین موضوع هستند. مثلا در یکی مردی رو می‌بینیم که نمایندگان دومای روسیه زبانش رو بریدن. دارن به زور سه زبان رو وارد دهنش می‌کنن و او میگه من که خودم زبان دارم، بذارید با زبان مادریم صحبت کنم.
تا پیش از انتشار ملا نصرالدین زبان کتابت آذری های قفقاز فارسی و روسی بود. با توجه به میزان بالای بیسوادی، استفاده از زبان آذری و نزدیک کردن آن به زبان زنده مردم از سوی مشوقی بود برای خواندن و نوشتن و از سوی دیگر زبان نگارش را از قواعد دست و پاگیر و تکلف دو زبان عربی و فارسی خلاص و به سبکی مدرن و امروزی هدایت کرد. بخش مهمی از مطالب روزنامه لطایف و اشعار، حکایت و پاورقی ها، نامه ها و تلگرام های فکاهی و اعلان ها و اندرز های متایبت آمیز بود. نویسندگان ملا نصرالدین با نام های مستعاری چون هردم خیال، دردمند، خندانگریان، دنگ سر، هپ هپ، لغلقی، مشهدی مزالان، تماشاچی، جنباش و خود ملا نصرالدین پای نوشته هایشان را امضا می کردند. از زمانه ای حرف میزنیم که مردم روزنامه ها رو دور نمینداختن. هر چیز چاپ شده ای تقریبا مقدس بود. از طرف دیگه ترکیب بلند خوندن مطالب نشریه تو قهوه خونه ها و نشون دادن کارتون های اون به هم به این معنی بود که نفوذ مجله فراتر از این حرف هاست. یعنی مخاطبانش به مراتب تعداد بیشتری از رقم تیراژ 25,000 نسخه بودن. در نتیجه از نظر تاثیرگذاری نمیتونیم اونو با روزنامه های امروزی مقایسه کنیم. نشریه به شدت طرفدار حقوق زنان بود. حتی میتونیم ازش به عنوان یک نشریه فمینیستی نام ببریم. یکی از معروف‌ترین کاریکاتورها دو زن رو با حجاب کامل نشون میده که به یه زندان اشاره میکنن و میگن ببین اینا چقدر خوششانسن که پنجره دارن. معنیش این بود که اونا توی خونه های خودشون پنجره نداشتن. همچنین در کاریکاتور بسیار جالب دیگه‌ای پسری حدوداً 5-6 ساله مادرش رو تهدید میکنه و میگه اگه چیزی رو که میخوام به من ندی میرم میگم که از پنجره بیرون رو نگاه کردی. یعنی وضعیت ناسالمیه که در اون زور یه پسر 5 ساله به یه زن بالغ میچربه و زن حداقلی از آزادی در حد نگاه کردن از پنجره یا بیرون رفتن را هم نداره. تولد یه دختر هیچ وقت مورد استقبال قرار نمی گرفت و کارتون ها این موضوع رو نشون میدن. مثلا میبینیم وقتی زنی پسر به دنیا میاره جشن بزرگی برگزار میشه. بهش غذاهای خوب میدن. چون زن باید به بچه شیر بده و پسرها باید خوب تغذیه بشن. در حالی که وقتی همون زن دختر به دنیا میاره سهمش آب و نون خالیه. موضوع سوء تغذیه زنان و دختران بسیار مورد توجه نشریه است. پسرها همیشه غذای بهتری نصیبشون میشه در حالی که خوراک زنان تهمونده غذا هاست. همچنین بخش مهمی از کارتون ها به سن کم دختران اشاره داره. وقتی که والدین اونا رو از مدرسه بیرون میکشن و برای ازدواج میفرستن، دخترای کوچیک 8-9 ساله اعتراض میکنن و گریه میکنن. نشریه اونا رو با دخترای روس مقایسه میکنه که به مدرسه میرن در حالی که دخترای مسلمون اجازه ندارن که به مدرسه برن. این یکی هم جالبه، معیار اینکه دختر میتونه ازدواج بکنه اینه که اگر کلاهی بزنم به دختر و دختر بتونه برپا بمونه اون وقت دیگه معلومه که قابل ازدواجه. اینم میگه که ماشاءالله دیگه خوبه، الحمدلله میتونه ازدواج کنه. این دختره داره بازی میکنه با همسالانش. این میگه که گم شو بیا تو، خانموتو را میخواد عقد بکنه برای کسی. 8 ساله. مجله از زوایای مختلفی به موضوع ازدواج قراردادی میپردازه. سو
مثلا دختر جوونی رو نشون میده که فکر میکنه با پسر جوونی ازدواج کرده، اما شب عروسی میفهمه که داماد پدر یا عموی اون پسره و راه گریزی نداره. اما حتی مرد جوونی هم که دختری رو پسند کرده شب عروسی میفهمه که در واقع خواهر اون دختر رو که چندان بر روی نداره به عقدش در آوردن. نشریه همچنین به زندگی دختر پس از ازدواج میپردازه. در کاریکاتوری میبینیم که چطور او رو با احترام به خونه شوهر میارن، ولی بعد از گذشت یه ماه کتک و خشونت خانگی شروع میشه. خشونت خانگی موضوع مهمی در صفحات ملا نصرالدینه. دختر هم از مادرش، هم از پدرش، هم از عموهاش کتک میخوره. اما البته یک خط قرمز وجود داشت. مجله تمایز جدی بین رفتار اخلاقی زنان روس و زنان مسلمان قائل بود. یعنی خوب بود که زن مسلمان تحصیل کنه، ازدواج قراردادی نداشته باشه، مورد احترام باشه، اما نه اینکه از آداب و رسوم زنان روسی پیروی کنه. نشریه مخالف حجاب بود. اما در این حال میخواست زنای مسلمان شبیه زنای روس لباس بپوشن، شبیه این زنان بسیار شیک با کرست و روبنده حریر، درست مثل زنای اروپایی. بنابراین درسته که ملا نصرالدین در مورد زنان فکرش مترقی بود، اما خط و خطوط خودش رو هم داشت. ملا نصرالدین محصول زمانش بود. در اون زمان نخبگان تحصیل کرده مسلمان همواره نگاهی تحسین‌آمیز به غرب داشتند، اما در عین غرب‌گرا بودن، اونا منتقد جدی سیاست‌های استعماری غرب هم بودند. روش جالب اونا برای پرداختن به موضوع استعمار، جایگزین کردن قدرت‌های امپریالیستی با حیوانات بود. انگلیسی‌ها رو اغلب به شکل شیر می‌کشیدند، روس‌ها رو به شکل خرس. جهان اسلام هم اغلب یه بره بی‌گناه بود. شاید این روش پرداختن به موضوعی سیاسی به نظر عامیانه و از جنس داستان و افسانه برسه، اما در واقع بسیار هوشمندانه است، چون امکان انکار و فرار از سانسور رو فراهم میکنه. از منظومه طنز عبید زاکانی که راوی نبرد میان موشها و گربه هاست، تا مجموعه کلیله و دمنه که حیوانات جنگل را گرده هم آورده و به این بهانه به موضوعاتی چون دوستی و دشمنی، حفظ قدرت و یا اتحاد و سلطه میپردازد، نقل امثال و حکایات از زبان حیوانات سنتی دیرینه در فرهنگ عامه و ادبیات کلاسیک شرق دارد و برای توده های مردم آشناست. استفاده از خصایل حیوانات و تشبیه رفتار شاه و رعیت به آن فراتر از جنبه های پندآموز این داستان ها همواره راهی برای بیان موضوعات انتقادی به شیوه نمادین بوده است. تفاوت عمده‌ای بین شیوه استفاده هنرمندان ملا نصرالدین از حیوانات با مجله‌های اروپایی اون زمان وجود داره. برای مثال در پانچ بریتانیا، پانچ یه سلسله مراتب کامل در قلمرو حیوان‌ها ایجاد می‌کنه. بریتانیا پادشاه این قلمرو، مصر سوسمار، روسیه خرس و ایران گربه. اینکه هر کشور در پانچ چه حیوانی باشه بستگی به جایگاهش در ارتباط با امپریالیسم بریتانیا داره. مشخصه که ملا نصرالدین تحت تاثیر پانچ بوده. مثلا کاریکاتوری در پانچ وجود داره که یک نماینده مجلس رو به شکل خروس نشون میده. فدراسیون زنان به صورت دسته ای از مرغ‌ها نشون داده شده که دور اون رو گرفتن. ملا نصرالدین هم همین مفهوم رو میگیره، اما اینجا خروسی آخونده و مرغ‌ها همگی حجاب دارن و کارتون برای انتقاد از تعدد زوجات طراحی شده. یعنی تصویر مشابه، ایده های مشابه، اما در زمینه‌ای کاملا متفاوت. ملا نصرالدین قلمروی
حیوانات مخصوص به خودش رو ایجاد میکنه. در قلمرو حیوانات ملا نصرالدین دو حیوان بزرگ اصلی ایران و امپراتوری عثمانی هستند. یکی شیر و دیگری ببر. قدرت‌های اروپایی و استعماری معمولاً حیوانات درنده‌ای هستند که به دنبال کشورهای کوچک منطقه میرن. به این شیوه ملا نصرالدین روایت غالب رو به هم می‌ریزه و این اولین باری بود که مردم منطقه خودشون رو از این زاویه می‌دیدن. در طول عمر نشریه ملا نصرالدین، کارتونیست‌های مختلفی با آن همکاری کردند. از جمله عظیم عظیم‌زاده، هنرمند پرآوازه ملی آذربایجان که تصویرسازی‌هایش برای کتاب هوپ‌هوپ نامه علی اکبر صابر در ایران و آذربایجان شناخته شده بود. اما خالق سبک منحصر به فرد کارتون‌های نشریه، دو هنرمند مقیم تفلیس بودند: اسکار شمرلینگ و جوزف روتر. اولی از خانواده ای آلمانی گرجی و دومی یهودی آلمانی. هر دو هنرمند سبکی واقع‌گرایانه و دلبستگی ویژه به صحنه‌های زندگی روزمره داشتند. تأثیر عکاسی آن دوران را می‌توان در کارتون‌های هر دوی آنها مشاهده کرد. به ویژه عکس‌های دیمیتری ارماکوف که او هم اهل تفلیس بود و ثبت روزمرگی و آداب و رسوم مردم قفقاز و ایران در پایان قرن 19 و آغاز قرن 20 را مدیون او هستیم. در اینجا عکس ارماکوف از فروشنده دورگرد منبع الهام کارتونی از روتر شده که محمد علی شاه را در حال فروش تهران نشان می‌دهد. از سوی دیگر واقع‌گرایی این کارتون‌ها بازتاب فضای هنری و شرایط اجتماعی آن دوران است. و در آثار دیگر هنرمندان قفقاز، کسانی چون کارل زومر و یا نقاش خدا مخته گرجی نیکو پیروسمانی هم دیده می شود. نحوه استفاده از خط و نوع ضخامت خط مهمه. خیلی به کاریکاتور نزدیک نمیشه. کاملا واقع گرایانه است، اما اونقدر هم وارد جزئیات نمیشه. در این حال به یه اثر هنری واقع گرایانه یا نقاشی لیتوگرافی هم تبدیل نمیشه. در کار اشمرلینگ این سادگی پرداخت رو بیشتر از روتر میبینیم. سبک روتر جزئیات بیشتری داره، اما اینجا مثلا خطی هست که انگار با یه حرکت کشیده شده. یه ضرب و قاطع. سبک روتر واقع گرایانه تره، با جزئیات بیشتر. به عنوان مثال جزئیات موها رو داریم و هاشور توی کلاه و رنگامیزی اشیا. جلیل محمد قلی‌زاده به اونا می نوشت و ایده اصلی رو توضیح می داد. بعد اونها بر اساس توضیحات کارتون ها رو می کشیدن. در یه مورد جلیل محمد قلی‌زاده برای اونا شعری فرستاد. شعر معروفی از مثنوی. شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیب و دد ملولم و انسانم آرزوست. و درخواست کرد که از چهره شاعر علی اکبر صابر استفاده کنند و این به زیبایی اجرا شده. ایده ها رو معمولاً سردبیر نشریه جلیل محمد قلی‌زاده می داد و پیش از اون که کارتونا نهایی بشن چندین رفت و برگشت صورت می گرفت. منابع الهام اونا متنوع بود. اونا در آکادمی هنر مونیخ آموزش دیده بودند و بنابراین با آثار هنرمندای چون گویا و دومیر آشنا بودند. اینجا دنیایی وارونه داریم. به جای اینکه خرها آدم را حمل کنند، پشت اونا سوار شدن. این مسئله نابرابری، برخورد نجیبزاده های صاحب زمین اوایل قرن بیستم و کمک نکردن اونا به مردم عادی رو نشون میده. و ما همین رو در آثار گویا هم میبینیم. فرانسیسکا گویا الاغ رو به عنوان نماد به کار می برد تا نشون بده که مردان به ظاهر دانشمند در واقع احمقهای متکبر هستن و بر پشت افراد عادی جامعه سوارن. ملا نصرالدین هم از الاغ استفاده می کنه، اما اون رو در دو شکل مختلف به کار می بره. اول اینکه الاغ همیشه به عنوان حیوانی احمق و موضوع شوخی های خنددار در روایات عامیانه ملا نصرالدین وجود داشت. از طرف دیگه گاهی اون رو در معنای مورد نظر گویا هم نشون میده، یعنی به عنوان موجودات احمق از خود راضی که بر کل ملت سوارن. برای مثال در یکی از کارتونا الاغ رهبر کاروانی از مردان شده که به زیارت حج میرن، که به نظرم این برای زمان خودش خیلی تونده.
حیوان مهم دیگه جغده. در آثار گویا جغد نماد خرد نیست. اون با شب و جادوگران و اجنه مرتبطه. مثلا میبینیم که جغد به شکلی تهدیدآمیز بر بالای سر این زن و شوهر پرواز میکنه. اونا با طناب به هم بسته شدن. این در واقع انتقادی از ناممکن بودن طلاق در مسیحیت. اشمرلینگ و روتر از جغد به عنوان حافظ منافع سنت استفاده میکنن. ما در این صحنه جغد رو در حال پرواز بر بالای سر دختری داریم که اجازه نداره به مدرسه بره. جغد در اینجا نماینده خرافاته. جلیل محمد قلی زاده در خاطراتش می نویسد: مطبعه غیرت در محله ارمنی نشین تفلیس در کوچه ورونسوف قرار داشت. مطبعه در 3 اتاق جای می گرفت که در یکی از این 3 اتاق حروفچین ها کار می کردن. خلاصه ماشین به کار افتاد. فلکه ماشین به وسیله 2 کارگر به حرکت در می آمد. نباید تصور کرد که به حرکت در آوردن یک ماشین سنگین با دست فرقی با به کار انداختن آن با نیروی برق ندارد. امر مسلم این است که برق هیچ وقت خسته نمی شود. همان کاری را که برق در عرض 1 ساعت می تواند انجام دهد، از 2 نفر کارگر چندین ساعت وقت می گیرد. به همین جهت تا نصف شب از 1000 نسخه تنها 500 تای آن را توانستیم از چاپ درآوریم. بیچاره کارگرها خسته شدند و شب از نیمه نگذشته به کلی از توان افتادند. چه می بایست کرد؟ انصاف است که فردا صبح بردمد و کاری را که شروع کرده ایم ناتمام بماند. شاید اصلا همین 500 نسخه را هم کسی نخرد و روی دستمان بماند. آینده برای ما مبهم و تاریک بود. و وقتی تعصب و عوامی جماعت را در نظر می آوردیم، یأس گریبانمان را می گرفت. بالاخره ما و کارگرها طرفهای صبح خسته و فرسوده کار را تمام کردیم. 1000 نسخه از شماره اول ملا نصرالدین چاپ شده و آماده پخش بود. این در تاریخ 7 آوریل سال 1906 میلادی، مطابق با 24 صفر سال 1324 هجری قمری بود. نشریه در تفلیس منتشر می شد، اما اکثر خوانندگانش ایرانی بودند. نشریه با روش‌های بسیار خلاقانه به داخل ایران می اومد، چون اغلب سانسور می شد و ورودش ممنوع بود. ملا نصرالدین رو لای عدل‌های لباس وارد می کردن. در واقع قاچاق می شد. سفیر ایران در روسیه چندین بار تلاش کرد که نشریه رو تعطیل کنه، چون تندترین انتقادهای ملا نصرالدین متوجه ایران بود. از دید تحریه ملا نصرالدین، ایران منشأ شیعه بنیادگرا بود. همه اینا از ایران می اومد. اونا همه افراط و تفریط های اسلام را از چشم ایران می دیدن. و این بسیار عجیب بود، چون بخش زیادی از خوانندگان نشریه در ایران بودند. یعنی از کسانی انتقاد می کرد که برای فروش و اشتراک نشریه بهشون تکیه داشت. میرزا جلیل و نویسندگان نشریه که اصالتاً ایرانی بودند، نظرات کاملاً متناقض در مورد ایران داشتند. اونا نکات منفی زندگی خودشون رو از چشم ایران می‌دیدن، اینکه ایران در مقایسه با قفقاز جنوبی مدرن نشده بود. تعداد زیادی از کارتونای ملا نصرالدین ایرانی‌ها رو نشون میده که در حال عبور از رودخونه ارس هستن و با خودشون انواع و اقسام خرافات رو میارن. اما وقتی انقلاب مشروطه اتفاق افتاد، نویسندگان ملا نصرالدین لبریز از شادی و غرور شدن و میگفتن اینا مردم ما هستن که انقلاب میکنن، از دموکراسی صحبت میکنن، خواهان حکومت پارلمانی هستن. ببینید چقدر شجاعن، حاضرن برای اصلاح ایران جونشونو بدن.
زنی با بالهای گشوده بر فراز فلات ایران، فرشته مشروط خرامان و دشمنان قسم خوردهش چون مار و موریان. صفحات ملا نصرالدین تاریخ مصور انقلاب مشروطه ایران است و اتفاقات کلیدیان یکی پس از دیگری بر آن ثبت شده. اینکه چگونه به فلک بستن دو تاجر خوشنام تهران جرقه اولیه جنبش را روشن کرد. امضای نخستین قانون اساسی توسط مظفرالدین شاه. لشکرکشی مستبدان و دشمنان مشروطه به پشتیبانی از امیر بهادر وزیر جنگ. پناه بردن محمد علی شاه به سفارت روسیه. به توپ بستن مجلس به سردمداری شیخ فضل الله نوری که این یکی ماهیتی پیشگویانه دارد، زیرا چند ماهی قبل از خود اتفاق تصویر سازی شده است. در این حال در تمام مراحل روزنامه ملا نصرالدین منتقد جدی تعدد روحانیان و نقشی است که به آنها در مجلس داده می شود. شاید تنها معممی که در کل صفحات ملا نصرالدین چهره ای انسانی دارد سید محمد طباطبایی باشد، مجتهد شیعه از رهبران مشروطه که در اینجا چون طبیبی حاذق بر بالین ایران رو به احتضار ایستاده. هموست که شیخ فضل الله نوری ملای مرتجع را مخل آسایش و مفسد می نامد. در شرایط جنگ داخلی سالهای 1908 و 1909 که بیم چند تکه شدن کشور می رود و هر سو سازی می زند، نویسندگان ملا نصرالدین پیش از همه با برادران همزبان آذری در تبریز همدلی می کنند. 500 تا 800 انقلابی گرجی، آذری، ارمنی و روسی از قفقاز به تبریز می روند تا به مجاهدان مشروطه کمک کنند. ملا نصرالدین هم روزنامه نگارانی را به تبریز می فرستد. برادر جلیل محمد قلی‌زاده یکی از آنهاست که در کنار ستارخان می جنگد. در این زمان روزنامه بسیار محبوب بود. همه دنبال خوندنش بودند. تنها چیزی بود که در سنگر وجود داشت. شعر صابر منبع الهام همه جوانایی بود که پشت سنگر می جنگیدند. He says, دست مزن، چشم ببستم دو دست، راه مرو، چشم دو پایم شکست، حرف مزن، خط نمودم سخن، نوت کمکن، چشم ببستم دهن، هیچ نفهم، این سخن انبان مکن، خواهش نافهمی انسان مکن، لال شوم، کور شوم، کر شوم، لیک محال است که من خر شوم. این آزادی بیان در همه ابعادشه. در همان دوران سید اشرف الدین گیلانی اشعار هزلامیز صابر را به فارسی ترجمه و تقریبا همزمان در روزنامه‌اش نسیم شمال منتشر می کرد. پس از انقلاب مشروطه روزنامه‌ها در ایران رشد چشمگیری پیدا کردند. سوره اسرافیل، حشرات الارض، آذربایجان، کشکول، کاوه و دیگران. هر کدام از آنها به نوعی متأثر از نشریه ملا نصرالدین بودند. هرچند دوران شکوفایی مطبوعات مشروطه خواه به درازا نکشید، اما بنیان ادبیات فارسی را دگرگون کرد. تا پیش از این نویسنده برای شاهزادگان و پادشاهان می نوشت و مخاطبانش در واقع درباریان و گروهی از نخبگان بودند. زمانی که انقلاب مشروطه اتفاق افتاد مخاطب تغییر کرد. حالا نویسنده برای مردم می نوشت و این امر با انتشار روزنامه ها ممکن شد. باقر مؤمنی مورخ و پژوهشگر مشروطه می نویسد ادبیات مشروطه در جریان جدال با ادبیات کهن شکل و جان می گیرد. از این رو در سنت شکنی و ویرانگری تعرضی و پرخاشگر است و برای اینکه انتقادش به دل بنشیند و بگیرد غالباً با طنز و نیشخند همراه است و چون باید مناسبات جامعه را تغییر دهد انقلابی یا حداقل اصلاح طلب است. با این تعریف میتوان ملا نصرالدین و خیشاوند ایرانی همدورش سوره اسرافیل را فرزندان خلف مشروطه دانست.
طنزنویسان این دو نشریه، جلیل محمد قلی‌زاده و علی اکبر دهخدا، با نثر انتقادی بی‌بدیلشان مکتب روزنامه نگاری بی سابقه ای را بنیان نهادند. به دبستان بین این روزنامه ها بسیار مهم بود. گاهی یکی از اونا شعری چاپ میکرد و دیگری بهش جواب میداد. به عنوان مثال بعد از مرگ امام جمعه تفلیس، ده خدا شعری به ترکی سرود که نوعی مرثیه بود. مرثیه‌ای در قالب طنز. نوشته بود مهم نیست که امام جمعه مرده. از این کلاهبردارها زیاد داریم. خب دارم مرحله آخر را انجام میدم. کار ما متمرکز بر کار دو طراح آلمانی فوق‌العاده است که در اوایل دهه 1900 آثار لیتوگرافیشون رو خلق کردن. این یکی اسمش یوزف روتره. لیتوگرافی یا چاپ سنگی تکنیک مورد استفاده کل صنعت گرافیک بود و طراحا بلد بودن با ریتم تند اقتصادی صنعتی کار کنند. محصول کار روزنامه بود و هزینه داشت. باید هزاران نسخه چاپ میشد. در نتیجه شاهد نوعی صرفه‌جویی در استفاده از رنگ هستید. در تمام عمر نشریه همیشه فقط از دو رنگ استفاده میشد. طراح باید حداکثر استفاده رو از این رنگ گذاری ها میکرد و البته از صفحه‌ای به صفحه دیگه این دو رنگ رو تغییر میداد. بی نظیره. در تمام صفحات نشریه شاهد استفاده از قلم هستیم. قلم، جوهر و رنگ‌های تخت. چیزی که در اون زمان بسیار رایج بود، استفاده از تکنیکی بود که به اون بروس پاریسی می‌گفتند. یعنی با مسواک نقاط رنگی رو روی سطح سنگ اسپری می‌کردند تا بتونن به شیوه ترامه در کنار رنگ‌های تخت طیفی از رنگ ایجاد کنند. اینکه هر هفته این کارها رو تکرار کنی شوخی نیست. Faire ça toutes les semaines, c'était énorme comme attention. C'est du ton direct, comprenez-moi. اینها رنگ‌های واقعی‌اند، محصول تکثیر صنعتی نیستند. بنابراین تر و تازگی دارند که هیچ جا ندیدیم. البته در همون دوره فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها، اسپانیایی‌ها و کسای دیگه هم همین طور کار می‌کردند. با این حال کماکان کیفیت تولید اینها در اون زمان برای من شگفت‌انگیزه. بسیار شگفت انگیز. برای اینکه مثل صفحه روزنامه بشه باید وسط تاش کنید، اما من جرأتش رو ندارم. هنگامی که انقلاب 1917 روسیه اتفاق میفته، انتشار ملا نصرالدین متوقف میشه. سردبیر اون جلیل محمد قلی‌زاده و همسرش سعی میکنن تا جایی که میشه بمونن، اما در نهایت در سال 1920 جنگ داخلی شروع میشه و وضعیت کاملا خطرناک میشه. بنابراین تصمیم میگیرن موقتا به ایران برن. اونا به تبریز میرن. در تبریز ایرانی ها متوجه ورود اونا میشن و هیجان زده برای دیدن و استقبال ازشون میان و میگن باید ملا نصرالدین رو اینجا منتشر کنی. اونم میپذیره، اما بعد مشکلاتی به وجود میاد. یکی این که تا پیش از این حکمرانان تبریز از تماشای کارتونای ملا نصرالدین لذت میبردن چون درباره دیگران بود، اما حالا درباره خودشون بود. چون محمد قلی‌زاده حالا به زبان طنز به مسائل داخلی تبریز میپرداخت و این چندان برای اونا خوشایند نبود. موضوع دیگه این بود که حاکم شهر به سراغش میره و ازش میخواد که مجله رو به فارسی منتشر کنه و اون نمیپذیره. یا اینکه از همسرش میخوان محجبه بشه و او که هرگز حجاب نداشته در جواب میگه نه. بنابراین داستان چندان هم آسون نبود. یعنی غیر از پیچیدگی‌های انتشار یک مجله در شهری تازه و مهاجرت و غیره که دشواری‌های خاص خودش رو داره،
همه این اختلاف نظرهای فرهنگی هم بود. شماره اول نشریه ملا نصرالدین در تبریز در 30 بهمن ماه 1299 شمسی چاپ و به قیمت 16 شاهی و در 1000 نسخه منتشر می شود و پس از آن هر شماره نشریه با طراحی های هنرمندان ایرانی سید علی بهزاد و رسام ارژنگی به تب می رسد. هر شماره به قائله می انجامد و هر لحظه بیم بسته شدن آن می رود. در دوم ماه مه 1921 محمد قلی‌زاده تلگرافی از کمیساریای خلق آذربایجان شوروی دریافت می کند. آنها او را به همراه خانوادهش به باکو دعوت می کنند تا چاپ ملا نصرالدین را در این شهر دنبال کند. انتشار ملا نصرالدین از سال 1922 تا 1931 در باکو ادامه پیدا می کند. از نیمه دوم دهه 20 میلادی دیگر سایه مهیب استالین بر همه ابعاد زندگی مردم شوروی افتاده است و نشریه که در تمام این سالها از زیر تیغ سانسور حکومت تزاری قصر در رفته بود حالا چندان شانسی ندارد. از جلیل محمد قلی‌زاده می‌خواهند نام نشریه را به الله سیز به معنی بی خدا تغییر دهد و در کنار سرکلیشه به یادماندنی آن تصویری از یک خدای مضحک ظاهر می‌شود که همچون عروسک گردان به بازی با ادیان مشغول است. در تمام این سالها میرزا جلیل تلاش کرد که در عین انتقاد از روحانیت ملحد قلمداد نشه. این خط بسیار ظریف و باریکه، اما حالا به او میگن نه. به او که همیشه قهرمان کارگران و فقرا بوده میگن اون چه تا به حال کرده به اندازه کافی خوب نبوده، که او مدافع واقعی انقلاب کارگری نبوده، تا اینکه دل شکسته میشه و میمیره. او در ژانویه 1932 از دنیا رفت. انتشار نشریه هم قبل از اون متوقف شده بود و به این ترتیب با مرگ او بخش بسیار مهمی از تاریخ آذربایجان و از نظر من رنسانس فرهنگی این خطه به پایان رسید. تا سال 1929 آذری به طور رسمی با رسم الخط عربی نوشته می شد. این یکی سال 1923 منتشر شده، اما چون بولشویک ها به قدرت رسیدن میشه تأثیر اون رو بر کاریکاتورها مشاهده کرد. نوشته های تصاویر اغلب سیریلیک هستند. تفاوت کیفیت رو هم میشه دید. اینا همه تا سال 1907 هستند. این جلد اوله و اگه در زمان جلو بریم و برای مثال برسیم به سال 1917، یعنی یک سال قبل از ورود بلشویک ها، میبینیم که کیفیت متفاوته. این یکی بعد از اونه که آذربایجان تحت حاکمیت بلشویک ها در اومده و در نتیجه محدودیت ها و فشارهای بیشتری بر تیم تحریری اعمال شده. از کاریکاتوریست های اصلی یعنی روتر و اشمرلینگ هم دیگه خبری نیست و کیفیت نقاشی‌ها به شدت افت کرده. اینجا می‌بینید. This week I had this experience of lecturing to theater students. این هفته من سخنرانی برای دانشجوهای تئاتر داشتم در مورد اهمیت طنز به عنوان ابزار نقد سیاسی. این مضمون جالبه که چطور در قدیم هم یه نسل مهاجر در مواجهه با استبداد فزاینده و تغییر قدرت‌های سیاسی منطقه مجبور به استفاده از طنز بودن و اینکه با چه ترفندی از طنز استفاده کردن و چطور به کمک اون اشکال مختلف اقتدارگرایی و شیوه‌های سنتی تعلق رو به سخره گرفتن. من فکر می‌کنم که این یه مضمون جهانیه و در همه دوران‌های مبارزه برای آزادی مطرح میشه. فکر می‌کنم بسیاری از ایرانی‌های جوان‌تر که اینجا در آمریکای شمالی یا در اروپا بزرگ شدن، به نوعی می‌خوان بتونن با هویت ایرانی خودشون ارتباط برقرار کنن. از این منظر ملا نصرالدین و برخی از مضامین اون بسیار مفیده. شاید نه برای تقلید مو به مو، بلکه بیشتر به عنوان الگویی از مقاومت. استفاده از طنز به عنوان الگویی برای مبارزه. You know, a pattern of resistance, a pattern of using humor as a form of struggle.